تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با هم آشنا، قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمتا، فی دهت قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. چرا خدا اسم این کتاب گذاشته قرآن؟ کلمه قرآن خودش یعنی چی؟ اینم یه سوال دیگه. قرآن یعنی خوندنی، بله، خود کلمه قرآن یعنی خوندنی. این قرآنی که نور، رحمت، هدایت، همه اینها هست و همه اینها در قرآن کریم نهفته شده. اینا رو کجا یاد گرفتیم ما؟ سر کلاس مفاهیم. حالا که یاد گرفتیم قرآن رو بخونیم، داریم تکرار میکنیم آیات قرآن رو، تمرین میکنیم سر کلاس روحانی استاد یاریگل، زنگای تفریح هم میشینیم، هم به درسای استاد یاریگل میپردازیم، هم مفاهیم رو مرور میکنیم، بعد با آمادگی کامل میریم سر کلاس استاد وکیل تا مفاهیم نورانی قرآن کریم رو بهتر و بهتر یاد بگیریم. استاد وکیل خیلی ممنونیم از شما، لطفاً امروز هم به ما درس بدید. بفرمایید، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. همطور که میدونید به ششمین جلسه از مجموعه دروس آموزش مفاهیم از برنامه شمسه رسیدیم. خدمت عزیزانمون در استودیو هم سلام عرض میکنم. در این درس با موضوع دنیا و آخرت از دیدگاه قرآن بیشتر آشنا میشیم. پله پله باید بیای بالا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت. خب بچه ها به قرائت این عبارات قرآنی گوش کنیم. این الله عنده اجر عظیم. خب حالا این عبارات رو قرائت کنید. احسن، بسیار خوب. خب بچه ها حد میزنید که کلمات جدیدمون توی عبارت چی باشه؟ آقای هاشمی میکروفون رو بگیرید، قشنگ بفرمایید اولین کلمه چیه؟ اجرون اندم اندم همون درسته، انده، باریکلا، هوشو قبلا خوندیم، انده یا اند. آفرین. دیگه چی؟ اجرون عظیم. آفرین، که دوتا کلمه است، اجر و عظیم. خیلی خوب، باریکلا. کلماتو ببینیم. بله، خب اجر یعنی چی؟ پاداش. پاداش. عظیم یعنی چی؟ بزرگ. بچه‌ها کی میدونه اند یعنی چی؟ آقای محمدزاده بفرمایید. آقای محمدزاده اند یعنی چی؟ اند به معنای نزد. بله، نزد. بسیار خوب. خب حالا اندهو از چند کلمه تشکیل شده؟ دو کلمه. بفرمایید. اند. آفرین. و ه. و هی یا هو، کاملا درسته. حالا اندهو با هم به چه معناست؟ نزد او. نزد او، بسیار خوب. خب حالا میتونید کل عبارت برای اون معنا کنید؟ قطعا خدا نزد او پاداشی بزرگ است. آفرین، بسیار خوب. خب حالا یه بارم خدمت شما عرض بکنم که عبارت و ترجمهش رو ببینیم. قطعا خدا نزد او پاداش بزرگ است یا پاداشی بزرگ است. خیلی ممنون. اجازه بدید بریم عبارت بعدی. آماده باشید وقتی که عبارت کامل شد به قرائت اون گوش بدیم. دقت کنید. انت ولی فی الدنیا والآخره. احسن، بسیار خوب. خب آقای صالحی میتونید بفرمایید که تو این عبارت کلمه جدیدمون چیه؟ انت. انت. دیگه چی؟ آخره. آخرت و دنیا. البته چون اینا تو فارسی هم همین دنیا و آخرته به نظر شما نیامد. بله، خیلی خوبه که آشنایی دارید با این کلمات. خب ابن نداری، حال کلماتو ببینیم. بسیار خوب. انت یعنی چی؟ تو. بسیار خوب. انت، تو، دنیا، زندگی. بله، زندگی دنیا، دنیا، زندگی دنیا. آفرین. آخره، زندگی آخره.
به این اسم من وقف کردم. در قرآن عربی میگیم آخره، وقف میکنیم، اما در فارسی میگیم همون آخرت، ته کشیده همون ته خونده میشه، زندگی آخرت. بسیار خوب. خب بذارید من قبل از اینکه ترجمه این عبارت رو از آقای صالحی بپرسم سوال کنم، هم توجه کنید. آقای صالحی، ولیی فکر مونی از چند کلمه تشکیل شده؟ دو کلمه. دو کلمه. چی و چی؟ ولی با یه. آفرین، احسن. یکی ولی که خودش دو تشدید داره، محکم میگیم. یکی هم ای که در قرآن ای رو اینجوری نوشته. حالا میتونی بفرمایی ولیی یعنی چی؟ یعنی سرپرستم. سرپرست من یا سرپرستم. آفرین. حالا معنا کن. تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی. هستی. بچه آخر جمله رو گفت چی؟ هستی. پس این همون است یا هست که باید ما اضافه بکنیم، اما چون در اینجا تو داره تو جمله متناسب با اون، اصلا هیچ چیزی لازم نیست ما از قبل بدونیم یا یاد بگیریم، به طور طبیعی اینو میگیم. تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی. منظور از تو کی آقای صالحی؟ یعنی خداوند. بله، تو سرپرست من هستی در دنیا و آخرت. بسیار، بریم عبارت بعدی. آماده باشید برای شنیدن قرائت آیه. قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر. خب حالا شما همه با هم دیگه بخونید با حرکت دست من، یک نواخت و هماهنگ بخونید. بفرمایید. آفرین، آخر عبارت رو وقف میکنیم. والآخرتو خیر. بسیار خوب. خب بگید ببینیم، حدس بزنید آقای صادق پور کلمات جدیده میتونید بفرمایید؟ قل. آفرین. قل یعنی چی؟ بگو. بگو. بسیار خوب. کلمه بعدی؟ متاع. متاع. متاع یعنی چی؟ کالا. کالا. تو فارسی هم کم و بیش به کار میره. اون وقت متاع و دنیا یعنی چی؟ کالای دنیا. کالای دنیا. زندگی. اون چیزایی که تو دنیا هست، نعمت‌ها، امکانات، مسائلی که تو دنیا وجود داره، قرآن میگه اینا متاع دنیاست، متاع دنیا. بعدش چی؟ قلیل. آفرین. قلیل یعنی چی؟ کم. کم. تو فارسی به کار میره قلیل. آفرین. آخرت هم که قبلا خوندیم. خیر قلیل. یعنی چی؟ بهتر. بله، خیر به معنای بهتر، گاهی هم معنای خوب میده یا بهترین. از اون جمله بعد اینو بفهمیم. خب اجازه بدید که یه بارم کلماتو ببینیم. بسیار خوب. متا کالا بهره. قلیل کم. آفرین. خیر بهتر. بهتر. خوب و خوبی. همه اینا معنا میشه. خب بسیار خوب. حالا آقای صادق پور لطف کنید معنا کنید عبارت رو. بگو کالای دنیا کم و آخرت بهتر است. آفرین. این منطق قرآنه که میگه آنچه که در دنیا دارید بدونید که نسبت به آخرت کم و محدود هستش. اونی که بهتر و نامحدوده چیه؟ آخرته. والآخرتو خیرون. در یه عبارت دیگه قرآن میفرماید والآخرتو خیرون و ابقا. آخرت بهتر و باقی و پایدارتر است. خب خیلی ممنون. بسیار خوب. به پایان این درس هم رسیدیم. در این درس در ارتباط با دنیا و آخرت نکات رو یاد گرفتیم. یکی این بود که در دنیا سرپرست ما یا سرپرست من یا سرپرست مؤمنان کیست؟ خدا. کسی عبارتش یادش مونده؟ انت ولی. بفهمید آقای؟ انت ولی فی دنیا و الاخره. آفرین. انت ولی فی دنیا و الاخره. یه چیز دیگه هم در مورد دنیا و آخرت یاد گرفتیم. اون چی بودش؟ قل متاع الدنیا قلیل. بله آقای صادق پور بلند بخونید. آفرین. بلند بخونید. قل متاع الدنیا قلیل و الاخره والاخرتون خیر. والاخره تون خیر. نه دیگه این که تنبیه نداره دیگه. والاخرتو خیر. معنا کن. بگو کالای دنیا کم و آخرت بهتر است. بسیار خوب. انشالله که این آموزه های قرآنی همیشه مورد توجه ما باشه. با یک صلوات جلسه‌مون رو به پایان میبریم. محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. با تو گر خواهی سخن گوید خدا.
آشنا قرآن بخوان ربط للقرآن ترتیلا ندای رحمت میدهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان آقا نزدیک خونتون جلسه قرآن پیدا نکردی؟ ای بابا اصلا نگران نباش توی روستاتون هستین و جلسه قرآن نیست اصلا نگران نباشید هیچ اشکالی نداره فقط کافی برنامه شمسه رو دنبال بکنید برنامه شمسه همین کمک رو میخواد بکنه یعنی میخواد جلسه قرآن رو بیاره تو خونه شما بشه خونه قرآن شما روحانی یاد بگیرید با مفاهیم قرآن آشنا بشید و لذت ببرید از خوندن قرآن کریم نگران نباشید حتما برنامه شمسه رو دنبال کنید نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات ارزشمند شما وقتی برسه به دست روابط عمومی شبکه قرآن ما رو خوشحال میکنه. اگر خواستید خلاصه برنامه ها رو هم ببینید میتونید به سایت شبکه قرآن مراجعه کنید و ببینید و استفاده بکنید. چقدر خوبه که شما همراه ما هستید. چقدر خوبه که شما برنامه شمسه رو میبینید. ما خیلی خوشحالیم و دوستتون داریم. یا علی خداحافظ پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی دست هر آیه ای بهونه بده رود باش و بیا و جاری شو نفسی تازه کن از این کلمات مثل عطر خدا بهاری شو بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین کمون فراگیر شمسه نور مقه بیا زندگی رنگ دیگه میگیره